سلام با استدیوی آزادی، خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 ماه قوس سال 1397 است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده این کشور با طالبان امروز در شهر ابوظبی است و از نزدیک با طالبان گفتگو خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان دیروز در حضور نماینده های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی با طالبان گفتگو کرد. امروز ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میزبان دومین روز گفتگوها در مورد صلح افغانستان است. حکومت افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده این کشور از نزدیک با طالبان گفتگو خواهد کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان که خود دیروز در ابوظبی بود در حساب تویتر خود نوشته است که صلح در حال آمدن است. سازمان ملل متحد نشست ابوظبی را امیدوار کننده خوانده است. احتمال پایان یافتن جنگ از راه گفتگو هیچگاه در جریان این 17 سال نسبت به امروز واقعی به نظر نمی رسید. طالبان گفتند که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند، اما با گفتگوهایشان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان ادامه خواهند داد. پیری مایدون نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که تلاش های آقای خلیلزاد زمینه را برای تامین صلح در افغانستان فراهم خواهد ساخت. ماموران پلیس جرمنی امروز بر چندین مکان به شمول یک مسجد در شهر برلین این کشور هجوم بردند. سارنوالان گفتند گمان می رود که ملا امام این مسجد با یک جنگجوی اسلامی در سوریه پول منتقل کرده باشد. ماموران پلیس مسجد الصحابه را در ناحیه شمالی ویندینگ برلین تلاشی کردند. سارنوالان گفتند گمان می رود که احمد 45 ساله ملا امام این مسجد با یک جنگجوی اسلامی در سوریه پول انتقال داده باشد. با گفته آنها ملا امام این کار را به هدف اجرای فعالیت های تروریستی جنایی انجام داده است. تا هنوز احمد و یا وکیلش در این مورد تبصره نکردند. کارلستین مولر سخنگوی پلیس برلین گفته که ماموران پلیس اوایل امروز بر چندین مکان دیگر در این شهر نیز هجوم بردند. با گفته او این عملیات که تا هنوز هم روان است در پیوند با گمان تمویل تروریسم صورت می‌گیرد. هزاران معترض ناوقت دوشنبه برای پنجمین روز علیه حکومت هنگری مظاهره کردند. آنها صدر اعظم این کشور را متهم کردند که کنترلش بر چندین بخش را افزایش داده. در این تاریکی شب معترضان هنگری که اکثریتشان کارگرند در برابر ساختمان تلویزیون دولتی این کشور مظاهره کردند. پنجمین شب است که علیه حزب حاکم راستگرای ویکتور اوربان صدر اعظم این کشور به مظاهره پرداختند. از اینجا نمی روند و حکومت دروغ می گوید شعارشان است. معترضان به خاطر لایحه به سرک ها برآمدند که در آن 6 روز کار برای کارگران مد نظر گرفته شده. آنها صدر اعظم اوربان را نیز متهم کردند که کنترلش بر محاکم، رسانه ها و سیستم سیاسی را بیشتر ساخته است. یک ریل دو افسر پلیس را در شهر شیکاگو ایالات متحده آمریکا زیر گرفت و کشت. آنها دیروز سرگرم تحقیق در مورد گزارش تیراندازی در نزدیکی خط آهن بودند که این رویداد اتفاق افتاد. ریل در امینجا ادواردو مارمولیوی 37 ساله و کنارد گری 31 ساله را زیر گرفت. آنها یک فرد مزنون را در مسیر خط ریل جستجو می کردند که ناگهان ریل آمد. ادی جانسون افسر پلیس شیکاگو در یک نشست خبری گفت در جایی که دو افسر پلیس جان دادند علامت توقف ریل گذاشته نشده است. به گفته او در زمان وقوع رویداد ریل شاید با سرعت 37 تا 44 کیلومتر در ساعت در حرکت بود. سرانجام ماموران دیگر پلیس فرد مزنون را که مارمولیو و گری دنبالش بودند دستگیر کردند و یک سلاح هم از نزدش به دست آمده است. و هزاران تن در مراسم تجلیل از 40مین سالروز تولد منی پاکیاو
اسطوره بوکس فیلیپینی اشتراک کردند. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین و چهره های مشهور در این مراسم پرهزینه حضور یافتند. منی پاکیاو اینجا در کنار خانواده‌اش رئیس جمهور دوترته گفت که بیش از هر زمان دیگر نیرومندتر است. اجرای گروه‌های موسیقی راک و آوازخوان‌های مذهبی و جذابیت این مراسم در شهر جنرال سانتوز فیلیپین افزوده بود. گفتن نشده که این مراسم تجلیل از 40مین سال روز تولد پاکیاو چقدر هزینه برداشته. من خودم را نیرومندتر و تندتر احساس می کنم. به لطف خداوند من در 40 سالگی عاقل‌تر هستم و احساس 25 ساله بودن می کنم. او این پیام را ظاهراً و ادریان برونز آمریکایی فرستاده است. پاکیاو در 19 جنوری 2019 در شهر لاس وگاس آمریکا برای دفاع از لقب قهرمانی جهانیش با برونز مبارزه خواهد کرد. تشکر که استدیوی آزادی را تماشا کردید. اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان همیشه در صفحه اینترنت و فیسبوک ما قابل دسترس است. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.